مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان با ما همراه شدن. خوش آمدید. آقای مهدوی آزاد، دو واکنش کاملا متفاوت داشتیم به انتخابات. تاجزاده از زندان به نتایج انتخابات اشاره کرده، خواستار استعفای خامنه‌ای شده و تغییر سیاست‌های حکومت. از اون طرف خامنه‌ای از منتخبان و جناح‌های حاکم خواسته که از درگیری خودداری بکنن. برداشت شما چه هست از این دو موضع؟ بله، دو موضع نیست، در واقع دو سنگر، در واقع دو جبهه هست. یک جبهه، جبهه علی خامنه‌ای و طرفدارانشونه که حالا انتخابات اخیر هم نشون داده که اگر تمام امکانات کشور رو بسیج کنن، تمام پول کشور رو بیارن، حداکثر حدود یک سوم جامعه رو، تازه اگر این آرا درست باشه، تازه اگر بگیم درست باشه، یک سوم جامعه رو میتونن بیارن پای صندوق. نه به معنی که یک سوم موافقشن، یک سوم میتونن بیارن پای صندوق، که از این یک سوم آرا نشون میده حدود 8% جامعه از اینها تمکین میکنن. یعنی به آقای تاجزاده در نامش نوشته دیگه دو مجلس 8% تشکیل شده، بود 8% جامعه آبار که خودشون اعلام کردن اگه درست باشه نشون حد اکثر 8% جامعه از این باره. این یک جبهه است. جبهه دوم راست شو بخواید 90% جامعه است، 92% جامعه ایران هست که حدود 70% بر اساس همین آمار اصلا دیگه نمیاد پای صندوق، ویل کرده، و بقیه‌اش هم که میرن منتقدن، انتقادهای خیلی جدی دارن. حالا توی این جبهه شما کسایی دارید که اغلب اونطوری که من می‌بینم اکثریت مطلقشون میگه اصلا کل ساختار باید عوض بشه. یه مقالیتی هم هستن میگه خب آقا بعد رهبر رو وادار کنیم استعفا بده، نشد نمیدونم فلان کار کنیم. به هر حال اون چیزی که از فضای سیاسی ایران یه دوگان از مستبد استبداد، مستبدی که بیگی تمکین نمی‌کنه، به هیچ گوش نمی‌کنه. ببین با کمال وقار اصلا تمام اصول گذشته کنار، در مجلسی که خودش قبلا سخنرانی کرده گفته 30% 40% مشارکت، یعنی مردم اعتماد ندارن، خاک بر سر این حکومت ها، حالا الان میگه مردم جهاد انجام دادن، یعنی به وضوح دروغ میگه. و خب اکثریتی که راست بخواد هاج و واج دارن نگاه میکنن، یه عده‌شون دارن مهاجرت میکنن، کوچ میکنن، یه عده‌شون منزوی، یه عده‌شون در زندان ها، یه عده‌شون پای حکم اعدام و غیره. من الان داشتم فکر میکردم علی خامنه‌ای اون حرفش خیلی سریع میزنه، شاید ماها باور نمیکنیم. ببینید من صوتی که شما پخش کردی صداش هم دورگی، حالش هم خوب، خیلی راحت میگه آقا این مجلس شیرینه. راست میگه، واسه اون شیرینه، میگه این مجلس شیرینی که داره، یعنی مجلسی که من درست کردم، همه رو به هم ریختم، همه چیز نابود کردم که یه مجلس داشته باشم که نوکر من باشه، شیرین باشه واسه من. میگه شیرینشو با دعوا با هم نزنید. در واقع خیلی روشن داره حرفشو میزنه، میگه آقای قالیباف جبهه پایداری این 8% محبتون من آوردم که یه مجلس شیرین داشته باشم. خب چرا دعوا میکنید و حال منو میگیرید و تراوت فضای سیاسی به عبارت در واقع من ناراحت میکنید؟ مثلا براش شما بخواید باورم نمیشه که رهبر یک حکومت اینقدر توقعات سطح پایین باشه، اینقدر بازی سطح پایین باشه. به صحبت‌های خامنه‌ای خودتون بخشش رو اشاره کردین، اما در دیداری که داشت با خبرگان اشاره می‌کنه به شاخص‌های انتخاب رهبر آینده، چه نکاتی داشت به نظر شما؟ بل قبلش من بگم، ببین در ادامه اون دعوایی که الان ما راجع بهش صحبت می‌کنیم، همین امروز خانم سمیه اسمش رو یادم، سمیه محمودی نماینده شهر رضا که در واقع عضو فراکسیون مستقلان ولایی هم بود، یعنی در واقع جزء جبهه پایداری و اینا نیست، ولی خب نماینده در دو دوره مجلس هست، در واقع مهندسی شده ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی. همین امروزشون مصاحبه کرده با روزنامه شرق و خیلی رسما میگه تقلب گسترده در انتخاب بوده و دو تا پدیده نام بره، میگه صرف نظر از پول پاشی و غیره، می پدیده که نام بره میگه پدیده کد ملی وارداتی، و میگه تعداد زیادی از شهروندان با کد ملی اونها رأی داده شد و بعدن بعضیشون رفتن پای صندوق و فهمیدن تقلب شده. ببین کم کم داره افشا میشه که روند مهندسی انتخابات چه شکلی داشته. فقط این نبوده که رد صلاحیت بکنن، همه رو قرق غم بکنن، فضا رو تغییر بدن، بلکه در این ماجرا هم به شکل سازمانی یافته شما میبینید تقلب شده. ما ویدیویی هم دیده بودیم قبلا از دقیقاً از دو تا شهر، من خودم ویدیو دیدم شبکه‌های اجتماعی که گفتم ما رفتیم پای صندوق و دیدیم با کد ملی ما رأی دادن. این همون دعوایی است که علی خامنه‌ای میگه کام سیاسی منو تخت می‌کنه، میگه اسرار رو بیرون نریزید. ضمن اینکه مهمترین چیزی که توهم رهبران رو به هم می‌ریزه، در واقع مهمترین مشکل این دعوا این است که اونا رؤیای یک حکومت یک دست رو دارن، در ذهنشون خیالات این دارن که آره اگه همه رو بندازن بیرون، اون 10-15% که پایینا میمونن، اون 10-15% دیگه ولایت، اون 10-15% دیگه فداییان، اون 10-15% دیگه میمیرن واسهش. بعد میبینه تو فضای سیاسی دارن با هم دعوا میکنن، علیه نیروهای همدیگه شمشیر میکشن، بهشون پیام میده میگه دعوا نکنید، باز دعوا میکنن. اینجا رؤیاش به هم میریزه، اینجا همه ذهنیتش به هم میریزه.
میریزه و در واقع احساس انزوا میکنه. از این زاویه من میتونم سوال شما رو جواب بدم. حرفش در خبرگان هم در واقع یک مش حرف پوچ بود که تهش گلای از این بود که آقا ساختاری که من دارم مهندسی میکنم که شما بیاد دوستندش بشین قدرشو بدونید و به هم نزنید. در واقع تهش سخنانش به صورت غیر رسمی داشت این رو میگفت که آقا قدر این سیستم رو بدونید، مواظب باشید، هر کاری میخواهید بکنید که این سیستم به هم نریزه. سپاسگزارم از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از بن آلمان، همراه ما بود.